روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. آلو، اسهال آور و حفظ کننده روده. خاصیت ها و نشانداد ها. همه این نمودهای گوناگون آلو از روی ترتیب مانندند. آنها فقط با نگه داشتن قند و رنگ کننده طبیعی که رنگ پوست پرده و دلهشان را معین می کنند تفاوت دارند. آلوها تقریباً عاری از پروتین ها و چرب ها، یعنی کمتر از 1% از این ماده های غذایی است. آنها در تناسب برابر همه ویتامین ها و مینرال ها را بغیر از ویتامین B12 به مقداری نه آنقدر زیاد دارند. جزهای غیر کالوری آلو نجیبند و تأثیر اسهال‌آور این میوه را به روده ها به بار می آورند. از جمله در شکل های زل. چرب بافت. این رشته محلول شده غالباً پکتین است. آلوهای تر و تازه در ترکیبشان قریب 1.5% چرب بافت در ترکیب سیاه آلو می تواند به 7% برسد. پکتین کربوهیدرات مرکب است. آن آب را در روده ها جذب می کند.
هضم را آسان و قضای حاجت را سبوک می نماید. اینچنین کلسترول را جذب کرده با راه نجاست بیرون می نماید. دیگدراکسی فنیلیسیمین این ماده چون اکسیفنیستین نیز معلوم است با راه کیمیاوی آشکار شد. وظیفه آن هوسمندی نرم حرکت کرمانند روده ها را تأمین و به پیشرفت فکلین یعنی مدفوع کردن مساعدت نمودن است. خاصیت های شفابخشی آلوها این هایند. قبضیت تأثیر عمومی پکتین و دیگراکسی آلوها را نرم و ملایم اسهال آور می گرداند. در مخالفت رشته های محلول نشونده رستنی به مانند سبوس، نخی محلول نشونده آلو دیوارهای روده ها را سبوک و حفظ می نماید. برای بچه ها و بزرگان آلو و مخصوصاً سیاه آلو بسیار مفید است. زیاد شدنی کلسترول چرب بافته های در ترکیب آلو داخل شده غالباً از پکتین عبارت است. سطح کلسترول را در حیوانات آزمایش لابراتوری اینچنین انسان ها پایین می نماید. بیماری های دوامدار آلو پیشابرانی ملایم ماده صاف کننده و زهر کشنده است. ترکیب خیلی کمی پروتین ها، روغن ها و سودیم آلو را محصول مناسب در صورت تسلوب شراین، اضافی بودن اسید پیشابی، نقرس، بیماری بند و بوغوم یعنی روماتیزم، ارتراز، هنگام بیماری جیگر، سیراز و غیره ها می گرداند. جلوگیری از سرطان روده بزرگ از لحاظ علمی ثابت شده است که چرباف در محصولات های معین از سرطان روده بزرگ محافظت می کند. از این خاطر استفاده دائمی آلو یا سیاه آلو پیشگیری مناسب به دردمندان مایل سرطان روده بزرگ با سبب ژنتیکی یا از طرز استعمال ناکفایتی چرباف و قبضیت دوامدار می باشد. می توان تأثیر اسهال آوری آلو را زیاد نمود. شب آن را تر نموده است و وقت صبحانه خوردن استعمال کرد. برای فایده بیشتر آبی در آن سیاه آلو تر نگه داشته را نوشیدن عینی مده است. آماده کردن و استفاده آن به شکل تازه باید آلوهای رسیده را خورد که معده آنها را خوب هضم می کند. سیاه آلو آنها را می توان بدون فعالیت پیشکی تناول کرد یا ممکن است شب در نمی نگه داشت. حصه مقرر آن از 6 تا 12 دانه است و خوبتر از همه در وقت سحر. در ترکیب طعام مختلف آلو و سیاه آلو در بسیار طعام های بالذت، نوشابه ها و جوس ها استفاده می شوند. آنها تأثیر اسهال آور می رسانند. در طعام های ملی نیز آلو نقشی لذت بخش دارد. مخصوصاً در طعام بهاری، کشک و کوچه. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه دویوم. سپاس. پسرم، گرچنده از رفتنت کمی وقت سپری شده باشد هم، من علاقه پزمان شدم.
باورم نمی آید که تو در برم نیستی. فکر دوری تو ما را آرام نمی گذارد که آزادانه نفس گیریم. در این لحظه ها من درک می نمویم که چقدر مکاتبه ما ارزش دارد و قلب پزمان ما را با تو می پیوندد. در خاطر داری چگونه مادرت را به امتحان قبول گسلانیده بود؟ در اون ملچه کهنه تازه او برای نان گرم خانگی دو پیاله مویز پیچانیده بود. او می خواستیم برای بسیارتر خورش های خوش طعم گیریم. لیکن تا گرفتن نفقه برای ما آذیقه کمتر مونده بود. تو باشی می گفتی که به این هم جمادان تو وزنین شده است. اینک حاصل نو هم جمع‌آوری کردیم. به نزدیکی طریق همشهری هایت به تو نان گرم خونگی از حاصل نو گندم پخته شده و میوه های تر و تازه روان می نماییم. ما نان را در متای نو می پیچونیم تا گرمی و طعمش باقی ماند. در برابر آذوقه این نامه را نیز به تو ارسال می نمایم. تو باشی آن را مطالعه نما و نان را خوردن گیر. ای پسر، در باره ریسک ازلی فراموش نکن. من نان را مقدس می شمارم. بگذار برای تو نیز آن مقدس باشد. کی بودن و از کجا آمدند را فراموش نکن. در خاطر دار چی گونه رزق و روزی به دست می آید. هرگز در باره ریشه مردمیت فراموش نکن. هنگامی که تو تحصیل داری کسی دیگر برای تو روزی پیدا می نماید. خداوند غمخور تو و ما می باشد. صبحگاهان پیوسته او را ستایش نما و برای عطای حیات او را سپاسگزار باش. بعد ختم تحصیل این گفته ها را فراموش نساز. برای چی من این را به تو می نویسم پسرم؟ دانش آموزی آغاز گشت. با اشکم خالی دانش آموختن سنگین است. بعضن به پول به چیزی دلخواه نائل نمی گردی. شاید حالت های پیش آیند که تماماً نون خوردن هم نداشته باشی. شاید زمانی در گرداب مشکلات غرق شوی و گمان کنی که هرگز راهی خلاصی وجود ندارد. سپاسگزار باش. میشنوی؟ همیشه با مینتداری همه چیز را قبول نما. در چنین لحظه ها میفهمی که رزق و روزی مقدس است. لیکن بیش از پیش این را باید دانی که نه تنها با نان آدمی زنده است. من می خواهم که تو همیشه سپاسگزار باشی، چون که در آن برتری وجود دارد. من به تو می فهمانم که این چی قدر نکوست. برای همه احسانهای در حیاتت رخ داده سپاسگزار باش و این عادت را در خود رشد نما. هر شام پیش از خواب آن خوبی های را که در دوام روز به تو رخ داده بود بیاد آورده، برای این احسان شکرانه خدا را به جا آر. از این هم بیشتر احسان خواهی یافت. مادامی که امروز از عطاهای پروردگار شکرگزار بودی. سپس این نه تنها حسیات بلکه احساسات است که در وجود و در مفکورات پیدا می گردد. بنابراین اگر کسی این حسیات را مورد بررسی قرار نمی دهد، در کدام حالت باید منتدار باشد و برای کسی و یا چیز شکرانه گوید، او هرگز سپاسمندی را احساس نمی کند. سپاسگزار بودن این یگانه امکانیت عین زمان خود را خوشبخت حس کردن است. پیوسته عرض تشکر کن. از خود پسندی دور باش.
زیرا خودپرستی و شکرگزاری مخالف یکدیگرند. در روابط با نزدیکان خیش سپاسگزار بودن را فراموش نساز و به یگان شرمگینی پیوسته شکرانه ایشان را به جا آر. این برای شاکر و سپاسمند بودن مهم است. کمک به محتاجان این هم افاده منتدار بودن می باشد. شخصی که رفیقان زیاد دارد و نفران بسیار بحری کمک به نزد او می آیند و او را احترام می نمایند، چون این کس همیشه سپاسگزار است. با استادان خود تشکر گوی. طالب علم بهترین همیشه از استادان خیش منتدار است، چون که ایشان با او بایگری روانی و عقلانی می دهند. نفری را برای خریدن ماشین نو پول کمی می کند، دیگری از پای محروم گشته است. نفری از نبودن پشم قیمتبها در لباسش می نالد، دیگری نان خوردن هم ندارد. نفری از ناقصی همدیگر فهمی اذیت می کشد، دیگری یتیم است. پیش از آنی که چیزی را از درگاه حق پرسان می شوی، به داده هایش شکرانه گوی. بگذار در حیاتت حسی منتداری و قناعتمندی از ناامیدی ها برتری داشته باشند. بامدادان وقتی از خواب برمی خیزی چنین گوی: خداوندا، من خوشبختم که باز زنده ام. و قبل از خفتن خدا را برای روزی گذشته شکرانه گوی، زیرا که او به ما حیات می دهد. خداوند را برای حیات و زحمت هایش و اینچنین برای تو شکرانه می گویم، پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما میتوانیم برای خود از کلام خداوند حقیقتها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. مژده خداوند برای زمانهای آخر ما را دعوت می نماید که از او بترسیم و از او اطاعت کنیم. دوم، این دعوت است که باید او را جلال دهیم. خدا را جلال دادن چی معنا دارد؟ خدا را جلال دادن یعنی به طرز حیات خود او را بالا بردار کردن است. مژده خداوند برای زمانهای اخیر ما را دعوت می نماید که با مناسبت سزاوار به جسمهای خود او را احترام کنیم. به اینها داخل می شود چیزهایی که ما می شنویم، می خوریم، این چنین طرز زندگی ما. قرنتیان 1 باب 10 آیه 31. خلاصه، خواه می خورید، خواه می نوشید یا کار دیگری می کنید،
همه اش را برای جلال خداوند به عمل آورید. رومیان باب 12 آیه 1. پس شما را ای برادران با مرحمت خدا دعوت می نماییم که جسم های خود را همچون قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. عبادت عاقلانه شما همین خواهد بود. جسم های ما این خانه برای وقت خوش سپری کردن نیست. این معبد خدای زنده است. و اینک ما درک نمودیم که خدا از ما چرا انتظار است. ایمانداران که خبر خوش را قبول نمودند و با فیض او نجات یافتند به خدا اطاعت می نمایند و با طرز زندگی خود او را جلال می دهند. از خدا ترسیدن و احترام او را به جا آوردن محض همین معنا را دارد. خداوند با دعوت به ما مراجعت می نماید که در تمام ساحه های فعالیتی حیات خود او را جلال دهیم. خواندن باب 14 کتاب وحی را دوام داده ما برای خود مژده مهمی را کشف می نماییم. وحی باب 14 آیه 7. و به آفریدگار آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب سجده کنید. با کی سجده کردن را به ما دعوت به عمل می آورد؟ به آفریدگار آسمان و زمین. این دعوت با اصرار در روزهای آخر تاریخی زمین درباره به آفریدگار ما سجده کردن سخن می راند. در آن دوره ها وقتی که نظریه ایوالیوسیا خیلی مشهور بود، در صورتی که میلیون ها خود فکر خداوند آفریدگار را رد نمودند. وحی باب 14 آیه 6 به آنها مراجعت می نماید. به آفریدگار آسمان و زمین سجده برید. از اتم خردترین تا بزرگترین کهکشان تمام طبیعت ما را دعوت می کند که به آفریدگار و دوستدار ما سجده نماییم. دلیل آن که ما را خداوند آفریده است زینه یکم سجده به او می باشد. وحی باب 4 آیه 11. ای خداوند خدای ما، تو سزاوار آن هستی که جلال، شوکت و قدرت بیابی، زیرا که تو همه چیز را آفریده و همه چیز طبق اراده تو وجود دارد و آفریده شده است. سجده کردن سوال اساسی است در مبارزه بزرگ بین نیکی و بدی. مهم آن است که ما به کی سجده می کنیم؟ به آفریدگار یا به حیوان وحشی؟ وحی ما را دعوت می نماید که مهر صداقت خدا را نه، بلکه مهر حیوان وحشی را. 3. به خداوند سجده نمایید. مژده کتاب وحی ما را دعوت می نماید که برای سجده به آفریدگار خود برگردیم. پس به شرف مژده فرشته یکم ما دانستیم که خداوند از ما چرا انتظار دارد. چون ایمانداران ما را ضرور است که به خدا اطاعت نماییم و در زندگی خود او را جلال دهیم. ما دانستیم که برای چی از ما چنین انتظاری قابل نگرانی است، زیرا که او آفریدگار ماست. او ما را آفریده است. بنابراین به صداقت ما سزاوار است. وحی باب 14 آیه 7. از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. مژده کتاب وحی برای آخر زمان نگفته است که ساعتی داوری خدا در آینده به عمل جاری می شود. کتاب وحی ابراز می دارد که این ساعت پیشا پیش فرا رسیده است. گفتن ممکن است که ما در زمان داوری زندگی داریم. آیا ممکن است تصدیق نماییم که به نزدیکی وابسته به آن انتخابی که ما امروز می کنیم قسمت ابدی هر شخصی حل می شود؟ پیش از آمدن مسیح داوری آخرین معین خواهد کرد که از خدای ما مکافات می گیرد. وحی این کتابی است که در خصوص انتخاب با عاقبت‌های ابدی
وحی باب 22 آیه 12 اینک به زودی می آیم و مکافات من با من است تا که هر کس را موافق عملش سزا و جزا دهم. اگر عیسی آمده به هر کسی پاداش او را دهد، آنگاه قبل از این حادثه باید داوری به وقوع آید تا که قرار کند که سزاوار این مکافات که می گردد. وحی باب 16 آیه 7 آری، ای خداوند، خدای قادر مطلق، داوری های تو حق است و راست. خداوند هیچ گاهی خطا نمی کند. داوری های زمینی می توانند که خطایی صادر نمایند. داوری های زمینی می توانند خطا کنند. محکمه های داوری های زمینی می توانند خطایی صادر نمایند. اما خداوند هرگز خطا نمی کند. همه حکمنامه های او حق است و راست. کتاب وحی بیان می نماید که هر کسی در زمین اقامت کننده تا آمدن مسیح نسبت او برای خود قرار قطعی قبول می کند. وحی باب 22 آیه 11 بگذار ظالم باز ظلم و ظلم کند و پلید باز خود را پلید سازد و عادل باز عدالت ورزد و مقدس خود را تقدیس نماید. وحی مسیح امروز به ما مراجعت می نماید. او تو را می خواهد نجات دهد. او تو را در سلطنت خود می خواهد ببیند. برای او حتی فکری آن که روزی شاید تو را از دست دهد تحمل ناپذیر است. بیشتر از همه در دنیا او می خواهد که ابداً با تو باشد. محض برای همین او در کتاب وحی 14 مژده برای زمان آخر فرستاد. نباید که به مهم بودن این مژده شک کرد. او به ما منظره باشکوه را نشان می دهد. این مژده را در میان آسمان سه فرشته می برند. بیایید از این مژده حیاتی و مهم خلاصه برآوریم. مژده فرشته یکم دعوت به قبول کردن انجیل ابدی. دعوت به اطاعتکاری از حسیات محبت. دعوت سجده کردن به آفریدگار. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.